رهنو خوشگله، با قایق پاروی دیگه ماهیگیری بو میده. خدا برکت بده به قایق موتوری. شیره شیره. میگم حیف اون دستای قشنگ و گلوری نیست که اینقدر از صبح تا شب پارو بزنه. آخه عزیز من، پارو زدن کار مرده. دهن صاحب مرده تو چف کن. میدونی چیه رهن آقای به تو اینه که یه دنده ای، وگرنه خب با هم یه جوری کنار میومدیم. تو هم از موتور من استفاده میکردی. درازه بی مصرف گفتم دهنه تو چف کن و الا همینجا چالت میکنم. گوش کن ببین چی میگم رهن آقا، اینقدر بد دهن نباش، من خیر و صلاح تو رو عمه تو نصیحت کن. بعد وقت من خودم ساعت توی تو رو نصیحت میکنم. بازم بایستاده دوباره گم شد دیگه. گم شد. خیلی خب بابا رفتم. نزن نزن رفتم. این دیگه چیه؟ تو ببینی خودشه. بعد وقت ترسو. تو رو به دست میارم. تو تنها چیزی هستی که از همه چیزای دنیا آرزوشو میکنم و تا تو رو به چنگ نیارم ولکن نیستم. اینو مطمئن باش. اگه شده تمام پوست دستم از بین بره اینقدر پارو میذارم تا بالاخره تو مال من بشی، تا اون مردی که اینقدر جلوی من پوز نده. آخ که اگه پولام اندازه قیمت تو بشه. دخترم دلم شور افتاد. معذرت میخوام بابا جون، چرا رفتم بازار و پول گرفتم دیر شد. اما عوضش بابا جون برات چند تا ماهی عالی درشت سوا کردم. دیر شد. آره داشتم میگفتم اگه بدونی قایق موتوری رو آب دریا چه عشقی داره، چه کیفی داره، آدمو سر حال میاره. دیگه پارو زدن بر افتاده. پارو رو وقتی میزنن که برق اومده باشه. خفه خفه. وقتی صدای موتور بلند میشه و موج از زیر قایق مثل چین پیرن بلند رد میشه، نمیدونم چه کیفی داره. البته شنفتم همه دیگه میخوان موتور بخرن. بعضی هم گلشون و عکس رو نگاه کردنش از پشت شیشه خوش کردن. خوب دیگه، به سلامتی. سلامتی، سلامتی. خوب از قدیم گفتن آرزو باید جوانان عیب نیست. و این مردی که داری زیادی حرف میزنه ها. دهنده دهنش نشد. اون حالش معلوم. دختر جون آدم که با هر سگی دهن به دهن میگه. خلاصه هر گدا گشنه تو فکر موتور خریدنه. البته تو خواب باید به آرزوش برسه. دو بیبندی که این جهان صاب مرده تو از تو رو دیگه هر بخواستی. با این همه زحمت تازه شده 2500 لیر بابا جون. تا قیمت موتور حالا حالا ها مونده خیلی کم دارد. برای موتور نزدیک 25000 لیر پول لازم. چیزی نیست، بالاخره هر جوری شده جمع میکنم. آخه چجوری دختر جون؟ رانو
من میگم از خیر این موتور خریدن بگذر و این دو روز جوونی تو اینقدر زحمت نکش. تو الان جوونی خوشگلی، میتونی یه زندگی خوبی واسه خودت فراهم بکنی. آخه این چه عشقیه که با قایق موتوری و دریا داری؟ ببین بابا جون، همه چیز ما دیده شده این دریا. مادرم تو دریا مرد، برادرامو دریا ازم گرفت. با این همه ظلم بازم آموختش شدم و دوستش دارم. نمیدونم، شاید راست باشه که دریا تلسم داره و بچه های خودشو تلسم میکنه، ولی بابا جون با همه این حرفا من آرزوم اینه که اون قایقو بخرم و رو آب دریای خود پوز بدم. تو دختر شیری هستی، میدونم هر کاری که بخوای بکنی تنهایی از اختش بر میای. تو هم مثل مادرتی، با همون غیرت و پشتکار تو همه ی امید منی. بالاخره پولان به اندازه قیمتش میشه، من باید یکی از این موتورا داشته باشم. ای خدا جون، یعنی میشه؟ این که بازیه؟ فرمان سهلنگاری شده، مطمئن باشین کارگرش جریمه میشه. خودت قبل از کارگرت برای این بیقیدی جریمه میشی. بخران بلا آقا، دو روز جریمش کن. چشمم بخران هنوز نیمده؟ بلا نخه، یعنی بله، نمیدونم، ممکنه اومده باشن قربان. یعنی چه؟ برادر زاده من با کارگرهای دیگه فرقی نداره، باید سر ساعت بیاد و سر ساعت بره. ولی بهرام خان برای انجام یک کاری از کارخونه رفتم بیرون. به من دروغ نگو، من بهتر از هر کسی اونو میشناسم. اگه تا نیم ساعت دیگه نایمد از دست تو کارخونه لاش نده. یه شورش در آورده دیگه، از دست این پسر خسته شدن، نمیدونم چیکار کنم. حالا به کی تلفن کنم؟ کجا گیرش بیارم؟ به نسرین تلفن کنم، به نسترن تلفن کنم، به نازی تلفن کنم. ممکنه پیش نسرین باشه. شمارش چنده؟ اینجا نوشته بودم. این هاشش، 2 7 6. بیا این با میشی لطفا؟ بیا با تو کار دارم بهرام. با من مرو میرو توی؟ خب چه خبر؟ چه خبری میخوای باشه؟ دیگه گندشو در آوردی. الان آقا سراغو تازم گرفت، هوا خیلی پسه، وقتی فهمید نیستی کلی عصبانی شد. آخه خب بابا جون، یه جوری درستش میکردی دیگه. آخه چند دفعه میشه دروغ گفت؟ خلاصه آقا گفتن اگه تا نیم ساعت دیگه نیومدی مرخصی، دیگه نیا کارخونه، همون جایی که هستی باش. ساعت چنده؟ نیمه بعد از ظهر. ای داد بر من، به جون تو اینجا اینقدر تاریک آدم نمیفهمه ساعت چنده. الان میام. خلاصه هرچه زودتر بیای بهتره. میرا جا میرا گوش کن. خیلی گوشه گذاشت. خب دیگه ما دیگه باز بریم، باز بریم. اگه قرار نبود نهار پیش من بمونی؟ چرا قرار بود، ولی اوضاع الان خیت و پیته. عموم الان تو کارخونه است، اگه نرم پا گندش در میادش. تو همیشه یه بهانه میاری. خب دیگه چاره ای نیست عشق من عزیز دلم. تو همیشه میگی چاره ای نیست عشق من عزیز دلم. اگه چاره ایم باشه و پیشت بمونم برات هیچ فایده نداره. همیشه عشق بازیمونه نیمه کاره میزه. دیگه اینجا نیا. خیلی خوب باشه، دیگه نمیام. برش بگم تاکسی، تاکسی تو چایی بقید بایستی. چی دارم یه شعر میگم از اونجا؟ برو برو. Thank you.
حال خراب. آقا تشریف دارن؟ بله خیلی هم عصبانی. سلام. حالا حضرت آقا کجا تشریف داشتن؟ دنبال کارهای دفتری کارخونه بودم، اما چون باور کنی من تمام فکر و ذکرم بیشتر به امور کارخونه است. خب گاهی وقتا هم لازمه برای انجام کارهای خودم شخصا اقدام کنم. به جون شما همین الان به مرگ مادرم خودم با دستای خودم تیکه تیکه شده. خب بس دیگه، به جای این مزخرفات بهتره بیشتر حواستو جمع کنی و چل به کار بدی. میترسم مثل پدر در دست دقمرد بشه. شما به پدر من چیکار دارین؟ شما در مورد من دارین بد قضاوت میکنین. هر چون کافیه دیگه، بهتره بری به کارات برسی. فقط مواظب باش دیگه تکرار نشه. چشم. ای جوانی، کجایی که یادت بخیر؟ هرچند که ما جوانیامون هم چیزی نبودیم. خب، گفتی مصرف بنزینش کمه؟ آره بابا جون، مصرف بنزینش هم کمه. تو هنوز اسبو نخریدی به فکر نعلشی؟ هنوز تو رو نخریده به فکر بنزینشی؟ میخرم، سب کن، داره پولام جمع میشه. گفتی قیمتش چنده؟ 25,000 لیر. 25,000 لیر؟ خیلی خب باشه، پولامو جمع میکنم و بالاخره میخرمش. نکنه کسی دیگه بفروشی. باشه، باشه. تو هم چند وقته که حسابی ما رو دست انداختی ها. الان چند ماهه که تو داری از این حرفا میزنی. خب اگه میخوای بخری بیا بخره ورشتر برو. اگرم پول نداری بی خود وقت ما رو نگیر، ما کار زندگی داریم خانم. برو پولتو ورد بیار این ورشتر از اینجا برو. خیلی خب بابا، حالا میشه روشنش کنی صداشو بشنفم؟ الله اکبر، خدایا مردست این دختر نجات بده. بفرما اینم روشن. رانا، امروز هوا خوب نیست، با اون قایق ماهی گرفتن خطرناکه. یه دختر دست از لجبازی بردار، اگه با من را بیای خیلی به نفته. حوصله چرت و پرت چندن تو ندارم، زودتر گورتو گم کن با اون موتور ایک بیرید. اوه خیلی کله خری دختر. ببین جونم یه دست صدا نداره، اما دو دست چرا؟ حالا شده حکایت تو من، درست میگم؟ نه بابا، اینگار بعدم نمیگی آقای رحمان خان. مثلا یه پارو هیچ کاری ازش بر نمیاد، اما دوتا پارو چرا؟ نگاه. آخ نزد، چی کاری داری نزد؟ ما که حرف بدی نزدیم. حقا که خیلی کلکی. سزای آدم پر رو همینه، چطوری خوبه؟ یه این برا بیدار مشاه. خونه اومدنه؟ به ساعت نگاه کردی؟ چرا ماتت برده؟ سلام امو جون، من که حالا خونه نیومدم، من تازه دارم از خونه میرم بیرون. بله، گفتن که آدم باید سحرخیز باشه. خودتون گفتین که شاعر میگه سحرخیز باش تا جای پارت گیرت بیاد. البته اگه بازم دم درش ننوشته باشن ظرفیت تکمیل است. بله خودتون گفتین. ببینم برام، یعنی واقعا اینقدر حرفای منو گوش کردی که صبح سحر داری میری سر کار؟ بله اما چون چرا گوش نکنم؟ بله خود بابا. خب
خب اگه اینطور باشه که خیلی خوبه. همینطور کم کم دارم بهت امیدوار میشم. میدونستم بالاخره یه روزی سرت به سنگ میخوره و آدم میشی. میدونستم اگه همینطور مرتب باشی یه اتومبیل برات بخرم. جون من تو رو عربا خاک بابام راست میگه کی؟ هر وقت مطمئن شدم که تو آدم شدی و دنبال کار زندگی رو گرفتی. الهی قربونت برم امو جون، اما من میمیرم واسه مستانگ. اگه ممکنه برام مستانگ بخری رنگش هم آبی باشه. خودم میدونم چه ماشینی باید بخرم که بیشتر به دردت بخوره. خیلی خوب، حالا دیگه زودتر برو سر کاره. نوره جونم. چشم چشم امو جون، چشم. نه کمه تبه امو جون. امروز هم باید بریم تو حمام بخوابیم. ببین با کار زیاد چی به روز دست آوردی؟ دختر جون انقدر پیله نکن، میترسم آخرش هم سر این موتور لعنتی خودتو از بین ببری. نه بابا جون پیله نمی کنم. خودت میدونی که اگه دستانم از دست بدم و تا اون موتور رو نخرم نمیتونم آروم بشینم. من اگه شده تمام زندگیمو از دست بدم باید تنها آرزوی خودم رو به دست بیارم. فکرشو بکن بابا جون چه کیفی داره. صدای موتور ما رو دریا بلند میشه، یه باد ملایمی میاد، تو جلو میشینی و من عقب، موجا از پشت سر ما فرار میکنه. این وقت دیگه از هر موج کوچولویی و هر باد نیمه جون وحشت نداریم. واسه خودمون غذا و مشروب میبریم، دوتایی با هم ماهی های درشت و عالی صید میکنیم. من پیش تمام ماهیگیرا پوز میدم، مخصوصا اون رحمان لندوویر، جلوش ویراژ میدم، ازش جلو میزنم. ولی افسوس که باید حالا حالاها صبر کنیم تا پولمون جمع بشه. نه رانا جون، نه دیگه نباید صبر کنی. من بیشتر از این طاقت زحمت کشیدن تو رو ندارم. من این پولو تهیه میکنم. ولی آخه چجوری؟ از کجا؟ خیالت راحت باشه، تو فردا این پولو داری. اینه که قربونت برم بابا. سلامتی. سلامتیت بابا جون. سلام به همگی. سلام بابا، اینا چی؟ سلام، اینا پول موتوریه که از کجا آوردی؟ ببینم، نکنه اینجا رو فروختی ها؟ آره دختر جون، اینجا رو فروختم به اون. رحمان اونم به این حیوی؟ نه چاره ای نبود، من باز بسه تو این پولو تهیه می کردم. بیا بیا بگیدو ببینم بابا، پس دیگه اینجا مال تو نیست؟ نه دیگه، ما دیگه اینجا کاری نداریم. تو با اون پول میتونی به آرزوت برسی. با خدا بتونه مانو چی کنه؟ بفرام فعلا گرفتارم، مزاحم نشم. بفرام اما جان شمایی، من معذرت میخوام، من اینقدر غرق کار بودم که اصلا حواسم نبود که شما تشریف آوردید. باریکلا پسر جان، تو داری امیدوارم میکنی. راستی برات یه مژده‌ای دارم. مژده؟ تصمیم گرفتم تو رو به یک مسافرت. مسافرت؟ ولی من ترجیح میدم به کارهای کارخونه برسم تا تفریح و گردش برم. بشین پسرم. چشم. این سفرم برای انجام کار کارخونه است. تو باید برای انجام یک کار تجاری مهم به این سفر بری. باید برم اروپا. اروپا؟ نه جانم، میری شمال. تو باید به شمال بری و مبلغ 250,000 لیر پول وصولی کارخونه رو تحویل بگیری. البته مجده دیگه ایم برات دارم، تو این مسافرت تا تو پا پیل خودت میری.
جدی میگه امو چون؟ بله، جدی میگم. اتومبیلت هم تو گاراژه. اجازه بدید دفتشو. اجازه بدید. بهتر خودتو زودتر برای سفر آماده کنی. اطاعت میشه امو چون. اطاعت میشه، اطاعت میشه، اطاعت. ای که به من صداد خوندن دادی، دیری دیدی. ای که به من ناشید و مستنگ دادی، دیری دیدی. ری دیدی، ری دیدی، ری دیدی، ری دیدی، ری دیدی، ری دیدی، الو محسن تویی؟ ببین یه خبری برات دارم که اگه بشتفی ها دیرو نمیشی. عمو جو بالاخره اتومبیل برام خرید. آره آره تو ببین میگم جون تو عجب خری هستی. دروغم چیه؟ خود اون دفعه من به تو دروغ گفتم بابا عجب ناکسه. گوش کن درست گوش کن. گوش کن ببین چی میگم. به سهیلا و مرجان و سارا تلفن کن واسه امشب بیان. آها بیان به رستوران آبی. نه بابا اونجا رو بلدش. فهمیدی؟ به اون کاظم احمقم خبر بده بیا. شنیدی؟ قربون تو. ای که به من صدای خوندن دادی، ای که به من باشید و بستنگ دادی، دیری دیدی. خوش آمدی نازی تو برای بلا بارا خان الان میاد یا عزیز برمیاد یا عزیز برمیاد از ما چه کاره این هر جا باشه الان دیگه پیداش میشه خب دوکر خوشگلا شما هم فکر میکنی ماشین بهرام چه رنگی باشه چه مدلیه کوچیکی یا بزرگه من میگم یه شورولت کوپه خوشگه خدا کنه رنگ اگهش لیمویه کم رنگ باشه قربان لیموش بره برو بابا لیمویه هم شد رنگ سلیقه بهرام خیلی خوبه من میدونم حتماً گوجه فرنگیه چون میگه برای نقطه گوجه فرنگیه میگم بچه من همینجوری چارشخ موندم اموی بون خسیسی چجوری دلش آمد برای ماشین بهرام بخره بهرام آمد اموی تو عجب کادیلاکی برای تو خریده ری حیفت نی آمد آمدی تو خیابان یهو یه خنده داشت امون بعد آدمیه چه سه شرخهی باشه خریده ماشینیت؟ بله خانم آقا لطف کردن و این ابو خراسه رو برای بعد خریده خوده برای سر تو هم صحنه جالبی بود بله. امیدوارم ناراحت نشده باشه نخیر نخیر البته نه فقط میخواستم سوال کنم که اون بابا چیکار کرد بله این مرده که چیکار کرده بود چی؟
فقط دو روز از موعد پولی که باخته بود و باید میپرداخت گذشته. فقط دو روز. ای خدا. فقط دو روز. بله. خب میخواستم بپرسم شما چی کار میکنید؟ چون دو سه روز به موعد سفته شما بیشتر نمونده و باید پول اون سفته رو بپردازید. بله قربان، من که حرفی ندارم، سر موعد میپردازم. امیدوارم مجبور نشم برای گرفتن پول شما رو به دست افرادم بسپارم. ای آقا، اگر سرکار ما رو با این گردن کلوفته بیندازید، با همون مشت اول هر سوتای ما رفتیم. باربای پدر من. میدونین کجا میریم؟ نه تو کجا میریم قربان؟ کجا؟ من حالا من داره پاک میشه. بخبرم هوا بخورم. من میترسم بازم تو من میترسم که من عویزه میشه میترسم. آخه اول جوانی قبلستان گیره عجب آدم هایی با گوزش جیب داریم. آخه من اینجا با قبلستان پیرستک تو که بدونه کردی. مسلم مادر این صحبت بکنه اینجوری فایده نداره. بای بارم خان بخور به سلامتی. بخور بارم جان بخور. با مرگ تو همچین بغزین گولی منی گرفته نمیتوانم هر پسنم. آقا تو حیفی بارم جان، حیفی مثل اون مرده که نتفر بش. اگر اون گردن کلوفته به جان تو بیفته نه با مرگ تو دیگه چیزی از تو باقی نمیماند. خدای من شاهد، من که طاقت ندارم. مردی حسابی نانت نبود، عبد نبود، خمار کردن تو چی بوده؟ بعد وقتی اینه که فرصتی هم ندارم، من فردا صبح باید حرکت کنم. بله، بعد از این باید منتظر باشی برای سفر آخرت، ببینم چمدونات بستی. ای بابا بس کنی دیگه، عوض این حرفا یه فکری بخوره من بکنی. چه فکری هم؟ چه فکری قربونه تو، چه چاره ای فرای تو، وقتی طرفت علی بابا و چل دوز بغداده؟ نه حرف سرش میشه، نه رحم و نه مروبت، ما چه فکری بکنیم آخه؟ میگم که آی بهرام خان عمر باز، مگه قرار نیست جناب علی برای تحویل گرفتن 250,000 لیر پول به شمال مسافرت بکنی، بله؟ ها؟ نه، چشم بسته که بگی، خب چرا؟ خب، آمد این وسط را دوزدی به جناب علی زد، یا اینکه جناب علی پول را گم کردی، بعد چه میکنی ها؟ چه میکنی؟ باری کردم. تو بودی؟ با همه خریتت این یکی رو بعد نگفتی. اگه دوز به هم حمله کنه و پولا رو بدوزه و این موضوع در حضور شاهد انجام بشه و به گوش عموم برسه دیگه کار تمومه. منتها باز طوری باشه که عموم حتما باور کنه. بله، بد فکری نیست. اما خب دوزش کیه؟ خب معلومه، شما دوتا. بله. ما دوتا آغر نگاه کن. کوچه ای قیافه ای من به دوز میخوره ها؟ تو بگو اگه آقا رو بگی. بله جدن در جن افتاب دوزه، ولی من چی؟ ایشون راست میگن بله، اما یکی نیست از ایشون بپرسه به قیافه من دوزی میاد، من یه تیکه آقای باشم. نه لوس بازی رو بذارین کنار، اگه بخوایم از این تن خلاص بشیم راش همینه. بله بله جناب علی، نجات پیدا میکنی ما بیفتیم تو تلون، وقت عمو جان جناب علی به جرم دوزدی از ما شکایت بکنه بره پدر ما رو در بیاره. ها اینطوره؟ آها آخه خنگه،
من طوری نقشه رو تر میکنم که آب از آب تکون نخوره. هیچکی نفهمه که این نقشه کار ما ستاست. فهمیدی؟ حالا من نمیدونم. من نمیدونم. به سلامتی و موفقیت. به سلامتی. به سلامتی. چطونه؟ هیچی برای بدبختی که تو برای ما به بار میاری من لغوه میگیرم. دیگه نمیدونم. این به نفع هر ستامونه. بالاخره موفق شدیم یه نقشه یه حسابی بکشیم. بخوریم به سلامتی و موفقیت. حالا من شما دلو بفرمه. چی داری میگی؟ فروختن یعنی چی؟ خب مشتری رسید، من فروختمش خانم جون. ما که نمیتونیم جنس اونو انبار کنیم، هر کی پول بده جنس رو برمیدار میبره. من که به تو گفته بودم این موتور رو میخرم. نه جون اصلا نمیتونم فروختی یه چند روز کردی تو رو میشد بزه حسابشو بره سمتا تو قدیه یه عوضی رو خجالت هم نمیشه شاخه. تو قصه چی رو میخوری عزیز دل من؟ خب نامرد بیکز و پا خیلی عوضی هستی. حالا خوب شد. حالا دیگه اینجوری عقل هیچ کی نمیرسه که زیر این ماهی ها من پول گذاشتم. در هر حال خیلی باید حواستو جمع کنی. مبادا تو این سفر مشروب بخوری یا باید کاملا مواظب خودت باشی. مردم گرگن. بابا جون خیالت راحت باشه، اونش با من. میدونم تو شیری، میدونم. بابا جون منو میبینی؟ به زودی من با یه قایق موتوری نو برمیگردم. بابا جون یه موتور نو. میتونم یه تلفن بزنم؟ خیلی ممنون. الو، من تمام پولا رو گرفتم، درست سر ساعت تو رستورانم. ببین نکنه یه وقت نیه اینا. مواظب باشین، حواسا جمع، اگه اشتباهی بکنین وای به حالتون. خیلی خوب باشه، خداحافظ. متاسفانه ماشین خراب شده، هر کی عجله داره میتونه با یه ماشین دیگه بره. ماشین نه خیر، آقا بلیط من تا استانبول، شما دارین کلک میزنی. چه کلکی خانم، صبر کنید تا ماشین درست بشه. من که پیاده میشم تا از این بو خلاص بشم. بریم بابا، شما هم با این بره پای بره پای دیگر باز کنید دوزیدن پولای یه شاهد همراه من باشه خیلی بهتره. آره کشه میری خانم؟ میخوام برم استانبول. بفرمو برا میخوره؟ بله میخوره، میخوره چه جورم میخوره. درم اوکم نزنی، یواش. آه موازم میگم خودمونی، این ماشین تو هم خیلی نوبره ها. اثرت هم زیاده. آها ده نه بابا، چی خیال کردی؟ باز کلی هم ممنون باشه که سوار این ابو برازد شده. باز میذاشتم پیاده میرفتی، عجب رویی داره. این کیف تو نمیشه پرت کنی عقب ماشین؟ خانه جون تو این کیف 250,000 لیر پوله. بفرم نگاه کن. پچی؟ وای چقدر پول. معلومه زکی خیالات برد داشته. ببینم جیب بور می بور که نیستی ها؟ جیب بور؟ خنده به شرف ما، ما خود را بخندیم. عجب اسب بازی جالبی داره. آقا بند دستان بالا شد. بچه مگه بیکاری؟ تو که بند دل من پاره کردی. لوزم بقا من عب شد حرف زیاده نزن. عوضش چی؟ من که نوکر دم عوضش چیز خوبی بود من نشان دادی. باریکلا بسر باریکلا. یادت باشه یه دو سیر بلای تو زولبیا بامیا بخرم، نازت هم میرم خودم نوکر دم. آقا جان یه دو تا از این هفتی رای دست اول اما بدون بیاد دباشه. میگم ما مخ نیست که داریم به خدا، به مرگ تو جدی میگم. چه مخی؟ خاکره خالصه. آره تو بیمیری
بدبخت حالا نگاه کن ببین چه حقه های جیمز باندی و پلیسی من بلدم به مرگ تو. بله اما شوخی شوخی تو دوزی ما استعداد داریم ها. چطور تا حالا نفهمیده بودیم؟ عجب آدم های خنگی بودیم دونه تو. میگم چطوره اگر کار ما گیرد بعد از این دیگه مشغول دوزی بشیم راحت اسود میشیم دوزی سر. آه حرف دهنتو بفهم. ساعت تو میزون کن تا یک ساعت دیگه حرکت میکنی میفهمی؟ همه چیز باید طبق نقشه جغرافیایی پیش بره. نه بابا خوشگلی، اولش متوجه نشدم تو دختر خوشگلی هستی. اگه به سر وضعت برسی و یه دست لباس حسابی بپوشی خیلی از دختر شهریه رو به کلفتی هم نواز قبول داشته باشی. جونت راست میگم. آها یه وقت خیال میالی به کلت نزنم ها، چشات هم درویش کن و ایلا با یه مش چشات و کاسه در میارم. چه خبرته؟ یواشتر سر و صورتم رو کندی، گیر عجب جونوری افتادیم آبا. خیلی خوب، خواهش میکنم خانم خانوما قدم رنجه فرموده و برای صرف غذا پیاده بشم، بفرمایین. بابا من سیرم. شما سیرین که سیرین، اما بنده گشنه گشتم هر دم ندارم. عجب مردی هستی و چقدر کم طاقت، یه خوره دیگه راه بریم اقلا بعدا. بنده که طاقتشو ندارم، میرم کشیده که در اینجا غذا بخورم. بفرمایین، سوار ماشینم کردمش تازه یه چیز طلبکاره، بابا غذات هم بدم دیگه. بفرمایین. جاش خوبه، به سر وضع شما میخوره. بفرمایید. سلام شما. سلام. بفرمایید. برو تو. برو همین بقا. همین میز بشین. آها. آقای فهمیده، آدم کیفیه که 250,000 لیر پول توشه اینجوری پرد نمی کنه یه گوشه. منم به خودم 25,000 لیر پول دارم، ببین چجوری چسبوندم پنج بقلم. البته ممکنه 25 مایی با خودت داشته باشی، اما 25,000 لیر رو که چرس کن. تو خیال میکنی من دارم باید شوخی میکنم؟ نگاه نگاه کو اینا دورو اینامش. حالا باور کردی؟ مواظب کیفت باشو اینجوری پرتش نکن یه گوشه. چش بفرمایید. گوش کن چی میگم، یه خوراک مرغ با ودکا خانم چیز نداره. تو میخوای رانندگی کنی؟ مشروب نخور بابا، خطرناکه. نفهمیدم خانم، مثل اینکه خیال کردی راننده شخصی گرفتی که بهش دستور میدی. من بیشتر از تو به فکر جون خودم هستم. من فکر تو نیستم، منم فکر جون خودم هستم، فهمیدی؟ راحت باشه، من اصلا نمیخوام. عجب بدبختی گرفتار شدیم. بگو آب من نبود، آش من نبود، نان من نبود، این جیمز من بازی دوزی کردن ما چی بود؟ آخه ما چی کاریم بود؟ یا به اینه نگاه کن. درست می‌نیشی، درست می‌نیشی. به من میگن جناب آقای سسف. بس دیگه، چقدر مشروب بخوریم؟ من چند مشروب بخوریم زیاده. بله بله معلومه. ولی اگه تو دو قطره از این بخوری یا دنیا درست برات میچرخه. آره صبر کن بریم. ببینم خب حالا معلوم میشه. دسته بالا باید دست از جای خودش تکن نخوره. ما با جن کسی کاری نداریم، ما فقط با پول کسی کار داریم، فقط و فقط پول. هر کی هرچی داره بریز روی میز، دسترم ببرین زیر میز چون هوا خیلی سرده. هر کی هرچی داره بتنم هرچی داریم بریزین وسط میز. ندارم میخواین گوشت نشین، یالا بریزین زیر میز زودتر که نگرانم. چرا بایستدی میخواین آجام بیاد بگیرم را پدر مردر گیره؟ یالا بجون بیا. تو من نگاره کنه. یلا ای پسر چی کار داری میکنی؟ کیف رو یه جوری نجات بده، مواظب باش. نه بابا چون سرا نیست، اینجور آدم ها حتی از ریختن خونه آدم ها باکی ندارن. نه باید با اینو در افتاد. بابا تو دیگه چجور آدمی هستی؟ به نظر خیلی آدمی ارزه ای میاد. دیگه کاریش بکنی که دارم میان این طرف بایده بشکن. آره شمیتونم بکنم یالا در این چمدن باز کن، هرچی پول داریم بریزیم بیرون. باور کن که من پول ندارم. اخر خودم چیره پسر، ما خبر داریم که 250,000 لیر پول با خودت داری. یالا زود باش بایلا آتیش بکنم تو بمیری رحم با حدی. چی داری میگی؟ اصلا به قیافه این بدبخت میاد که 250,000 لیر پول داشته باشه؟ تو حرف نزن، از قیافه خوشم نمیاد. نه خیر، با اینجور آدم ها حرف زدن فایده ای نداره. بفرمایید قربان، همه پولا تو این کی بود؟ دستو خوش تو من کی... همه چیزی میدنیم. یالا دقیقاً بگو چی میشه. تو میشه انجور ممکن عجیب 25,000 چا باش بله. یالا
یالا فرار کن، کیف میشه مره، من کیفتو پیدا کردم. تو چی کار کردی دختر؟ من کار کردی؟ کوری نمیبینی، کیفتو نجات دادم، بگیر فرار کنه بره دیگه. کیف منو نجات دادی؟ کیف خودم کنی، کیف آقا بردن، آوردن. بایستی بردن، بایستی اگه مردی بایستی تا تیکه تیکتون کنم، اگه پولم از شما عوض نگیرم اسمم عوض میکنم، به من میگن داده بیدار دانند و چه خبرته؟ آخه به تو هم میشه گفت مرد؟ همینجور مثل منار بایستادی اون نامردا پولای من رو بردن، بد کاری کردم که نذاشتم پولای تو بیارزه رو ببرن، فقط بلدی بایستی تماشا کنی؟ تو اقلا را که بری دنبالش رو یالا درش رو در میارم، بزن جابا با را بیا آره ببینی اما خودمونی ما عجب دختری بود، دختر نبود کدوم بود؟ دختر نبود، بلا بود، بیمعرفت آتیش باره بود، به جان تو همچه گازی از پایی من گیرم، به مرگ عزیزی تو هنوزم داره در قاسم، عجب بوی میاد، فکر میکنی از کجاست هم؟ مال اون جورابای بی صاحب تو ده، بس که نمیشوری یا بوی گند شده ما داره خفه میکنه تو بیمیری خفه شو، جورابای من به شور بپوش و دلوکسه روزی سه وعدم میشورمش، این بو مال پولاست. وقتی میگم اولاغی میگی چرا؟ آخه اولاغ جان پول بو میده، بوی پول حال آدم جا میاره، او با تو اولاغ میگی بو میده. ساکت، پول هرون بوی بد میده، اتفاقا بنده در قسمت بوشناسی تخصص کامل دارم با دو مدرک و یک کتاب. پس تو استاد بو بودی و من نمیدانستیم بو میده. من میشه بهش گفت شانس؟ دختری بدبخت، تو چقدر ساده ای که ریشو سیبیل داره که نمیشه گفت اسمش مرده. حالا بارو خدا رو شاخون که به خود دست رازی نکردم. بقا چه جرعتشو داره؟ آخه پسر تو چی خیال کردی؟ خیال کردی همه مثل خودت شلو بلم؟ نه بابا، نمیدونستیم که تو یکی بزن محله معلومه، هرچی باشه که از تو سرترم بی ارزه. حالا هی مطلق بگو با ارزه. اقلا میشه یکم تونتر ببری این ساق مرده؟ نخیر از این تونتر نمیشه، من تا پولامو نگیرم آروم نمیشنم، بلشون نمی کنم، اون نامرده باز بفهمم رهلا کیه. بله رهلا کیه. چی؟ 250,000 لیر پول بهرامو دزدیدن؟ شما کی هستین؟ عرض کردم که ما فقط خبر داریم، خبر داریم، خلاصه برادرزاده جناب عالی رو مثل کدوم سمهی لخنش کردن، درست یا نه؟ من که نمی فهمم شما که شاهد ماجرا بودین چرا کاری نمی کردین؟ همچنی کنه که دهت می زند قربان، بعدن برادرزاده جناب عالی توضیح می دهن که ما چی کاره هستیم. آخ تو دارم دیوونه می شهم، حفظ و احمق بیشور، حالا من رو نصیحتم میکنه یک بار تومم شد به خود ده بذار منم بکنم یه باش لبلوچه خرکوتا بریم بریم جان یه باش زور ندیم ای خانه آقا جان یه تو برو یه من ببره بگو مثل یه قهرمان جنگیدی و 250,000 لیر من رو نجات دادی. آفرین دختر، آفرین به شجاعتت. بله آقا، من 250,000 لیر شما رو نجات دادم، اما 25,000 لیر خودم رو از دست دادم. آخه این آقای مرد تا اون دزدار دید رنگ دیگه به روش نموند. آخه اما بارا خجالت بکش مرد. مگه کشیدنیه؟ اما چون این دختره داره دروغ میگه. شرمندم دخترم، برادرزاده من همه جور بود اما ترسون نبود. تازی که مثل بچه ها از هر چیزی فرار میکنه، در صورتی که مثل من باید شجاع باشه. ده اما چون به سر مبارک قسم من میخواستم خون ریزی نشه و الا تو نمیری همچی میزنم. آرام داره شیرین زبونی میکنه آقا، تو فقط زبون چرب و نرمه و الا تو این هیکل گنده، تو این بازوها پفم میره. لا خیلی دختر شیرینی هستی. نه دیگه شما بایدم بخندین، اما من بدبخت باز گریه کنم. تو بی خود ناراحتی دخترم، من 25,000 لیر تو رو میدم. نه آقا نه، نمیخواد، من صدقه بگیر نیستم، اون پول زحمت من و بابام بود، ما به اینجور پول خوردن ها عادت نداریم، اما هر طوری شده من اون دزدای نامرد رو پیدا میکنم و پولام رو ازشون پس میگیرم. اگه شما در حق من میخواییم محبت بکنیم، یه هفتیر به من بدی، همین یه روی چشم، اگه بشه حتما برات تهیه میکنم.
عمو جون این چه حرفیه شما میزنین؟ هفتگیر که بازیچه دست زنها نیست که. آخه مردی گفتن، زنی گفتن. به آره جون خودت، خیلی هم با هم فرق داری، خیلی. خب اول باید قضیه دزدیدن پول تو رو به پلیس خبر بده. صاحب کنی عمو جون، صاحب کنی، صاحب کنی، شما فکر آبروی منم بکنین. آخه این برای شما کوچیکی که به خاطر 25000 لیر به پلیس تلفن کنی، جون شما آبروی من میره. من به شما قول میدم که همون احمقا رو پیدا کنم و هم پول این خانم ازشون بگیرم و پسشون بدم. به سر مبارکه که بخوام قسم بدم. یعنی گیرشون میاری؟ بله بله، حالا میبینی. با خودتو ندازن. چه بویی میاد؟ ببینم جناب علی که دوتا دیپلم بو داری، نمیدونی بو از کجاست؟ من بویی نمیشنوم. برای اینکه کوچکترین بویی بیاد بنده زودتر متوجه میشم. نمیدونم والا. پس سرپا خوردی، سلاخ دماغت گرفته، قربان یه دونه کوری بندی بخور شاید خوب شد. من مریض نیستم که از این زهر ماریا بخورم. آخه برای این بویی بی صبر داره منو میکشه. من میدونم این بو از اونجا میاد که تو نشستی تو این دست گل باب دادی تو بی پدر مادر. بی خودی که اومد نزن ولی بلند میشم ناک اوت میکنم. من که تو بلند شدی قفس زدم تو سرت. لا اله الا الله. مثل این که راست میگی، چه بوی بدی هم داره، خفه شدم. تو خفه شدی؟ خدایی هستی، بده ببینم چه خبره بی پدر مادر. سلام جناب آی بهرام خان، چاکیر جناب علی هستم. ببینم ایو الله آوردی به این گنگستر بازی که در آوردم. دیدی چه قیافه ترسناکی بودم؟ دهن من این دوزی خیلی مزه داد، باید فکر دومیش باشه. آره با مرگ تو خیلی هم مزه داد، خیلی. ببینم کی باور میکنه توی این اتاق 250000 لیر پول باشه. احمقای فابریکی، تو این اتاق به جای 250000 لیر 25000 لیر پوله و یه خوردم ماهی بوکانتو. نگاه کنین. نه آره خنگا، شما به جایی که کیف منو بدازین، کیف اون دختره رو با خودتون آوردین. حالا فهمیدین؟ خب این تقصیر خودته، اون دختره که تو قراره اون نبود که باهاش باشه. آخه خنگلی، من اون دختره رو تو را مخصوصا سوار کردم تا به عنوان شاهد ببرم پیش عموم. چه میدونستم یه همچین درنده عذاب در میاد. بها آقا جان، حالا عیبی نداره، با مرگ تو حالا خود منیم. عجب شیرزنی بود. تو بمیری حالا 25000 لیره، 25000 لیره، بعد جای شکرش باقیه. انشالله دوزی های بعدی وارد میشیم. بله متاسفم حضرت آقا، این پولا رو باز تعبیر دختره بدین و این به حساب هر ستامو رسیده است. گیره بعد کسی افتدی؟ با عجب بدشنسی و بدبختی، من پدر سخت همش تفتیر. تو بی پدر مادره، من تو رو خفتیم. چه میخوای؟ نمیدونم. برو ببین کیه، برو دره بکن ببین کیه. بودو جن این کار من نیست، کار توه. تو چی کاری میکن؟ دره مادر بوز مرده. آخه برو ببین که به من میگه بوز مرده. بله چه خبره؟ برای دره شکوندن دی. آخه سب کن احمد رو حرکت بی هوا میزینی. حسین که بهت گفته بودم که اگه سر موعد پولو ندی باهات چه معامله ای میکنم. آره گفته بودی، اما این پولا مال من نیست، باور کن. راست میگه، منم شاهدم. کی کجا اگه مردی دستتو بردار، دستتو بردار تا بگویم برا کمک. بله خب این قصه اول. بخش ای گاجمه، ببین هیچی برو حیف رفتی، وگرنه با مرد تو میخواستم دو تا چک بیم بزنم. با مرگ شما نامرسی که موی اینا را آتیش دیگه اوسیم بزنم. پوش کنیم، من خبر داشت که تو دست بال ما پوله. آخه باید دید چه پدر سوخته ای به اینها خبر داده که با این مرد که گردن کنو فهمدن اینجا. من باید بفهمم ها؟ تو اگه بفهم بودی از اول میفهمیدی که اون بوها مال اون ماهیا بوده، نه من و تو. فهمیدم تو حالا دیپلم بوشناسی شدی. بس کنم دیگه. چشم چی بکنم؟ باز جست میگیرم. چشم حواستو خوب جمع بذارم. بعد از اینکه هدف رو کاملا دیدی و یه چشم تو بستی، ماشه رو میکشی. نگاه کن اینجوری بنگ. خب دیگه دخترم شروع کن ببینم. خیلی خوب. مجده! مجده! سب کنید! مجده! 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 آخه چی شد؟
آفرین پسرم، بالاخره رشانت خودتو نشون دادی. بله بله. بگو ببینم چطور پولو از شنگشون در آوردی. اما چون کیفو ازشون گرفتم، اما متاسفانه پولانو نتونستم بگیرم. خاک بر سرت کنن. خب کیفو بل میکردی پولا رو میگرفتی احمق، چه مجده ای؟ هی بی خود عربده میزنی. باور کن این هفت نفر بودن، من جونم رو به خطر انداختم، شیشتاشون از با در بردن، اما هفتمی پولا رو برداشت و برد. آخ که اگه به چنگم بیفتن. دیرم که تو پیداشون کردی خانم جون، با یه مش آدم دوز و جانی چه کاری میتونی بکنی؟ این کارو میبینی؟ آره. خلاصه این دختره یه گوله آتیش شده و به جون ما افتاده. خواب و خوراک از چشم گوش ما گرفته به مرگ عزیزیت. حالا میخواین چی کارش بکنم؟ هیچی قربان، ما فقط میخواییم اینه بترسنیم، جوری بترسنیم که بی ذره برد ولایت خودش راحت شیم. اونش با من همچین بترسنمش که پا بره نبره، فقط صحبت مایه رو بکنیم. مایه؟ با چش اینم مایه قربان، وقتی کار تمام شد بقیه روی چشمای من تقدیم میکنم با جناب علی. درست بشما زیاد نباشد. نخیر ما خودم شمرده بودم. درسته. خلاصه جفتتون بریم به یه قبکن خوب سفارش دوتا قب بدین، چون این دختری که من دیدم تا شما رو مثل آب که سوراخ سوراخ نکنه از اینجا برو نیست. ببخشید قربان، حالا نمیشه به جای سوراخ سوراخ کردن دوتا مچ به ما بدید. احمق، حالا هی مسخره بکن. قادره بودو داره بکن بودو. نه نوبت توه. یه با مرگ تو همچی میزن. بابا یه خودمتون برید دیشه. ول نمیکنم. اصلا نمیخواد. خودم میرم. چی بزنم بود. شوش دید میگیش. بچه هم بود. من باز میگیرم. سلام کاکی کازم آقا مشورت میکردن که بالاخره چطوری اون رو دستگیر بکنی. چرا راهی پیدا کردی؟ من اسرائیل بلد نیستم بخود، از اون مرده که سوال کنم گوز مرده اونجا باشه. چرا راهی پیدا کردی؟ من چه میدونم آخه، با این بسکنیم چرا پیدا کردی؟ سر کن ببینم صدای شما چقدر به نظر من آشنا میاد. چی بخونه نه؟ حتما صدای اینا را شما حتما از رادیو گوش کردی، چون اینا خواننده هم. بله بله بنده راننده هم. بالاخره این گردن کلفته رو کجا میشه پیدا کرد؟ بله نمیدونم. من میدونم تلاشین بیافت اینجا را، یلا را برا، برا من اقید اینجا کار کرم، شما پایی من برگرد بخش داغ من را رامه چو من الان بر میگردم. ایبی ندارم. میبخشید. این رانایی که دنبال پولاش میگرده تویی؟ بله خودم هم. چطور مگه؟ شنیدم دنبال اونایی که پولاتو بلند کردن میگن. به من میگن جاسم خود. هیچ کتاب مقاومت بازوهای منو نداره. تنهایی 20 نفر حریفم. نه بابا، آهای بچه مواظب حرف زدنت باش. میدونی کیو میترسونی؟ گوش کن دختر، من راجع به پولای تو تحقیق کردم. اونا از بین رفته. منم بهت دستور میدم که هر چی زودتر از این شهر بری به ولایت خودت. این به نفعت دختر جون. دی نه بابا، اما باید بدونی که منم تا سکه آخر پولمو نگیرم از اینجا تکون نمیخورم. تو بی خود میکنی. کاری نکن که سر کارت با من بیفته. اگه سر کارم به تو بیفته مثلا چی کار میکنی؟
خفت میکنم. اگه میتونی آخر ای بابا دست به بطری شد. بایستو بیرم سلامتی خودم. خدا تقاسم هم از شما ها بگیره. نه خیر اینطوری نمیشه. این دختر پاکولاشو نگیره دست بردار نیست. جواب خدا رو اون دنیا چی میدی؟ باقی پولمو بدین دیگه. این همه پولای نوچه جون کردی تو بقیه پولت هم میخواد. این دختر آدم پول موقعی میگیره که میزدی. نه حالا که لتو بر شدی پول بده که باید بدم ها؟ گوش کنی بچه ها گوش کنی. من یه نقشه دیگه کشیدم. ببینم کتک بوتک جوز نشه. نه نه ترس احمق جون. گوش کن. بازم تا مردی دختر جان. بازید حرف ندار. تو تخت بازی کردنت هم مثل شجاعتته. این بازی رو از کی یاد گرفتی؟ از بابا. آخ که اگه بدونی اون الان چه انتظاری میکشه. اون منتظرمه که با قایق موتوری برگردم پیشش. بیچاره نمیدونه چی به روز پولای نازنینم اومده. بسه نخور دخترم. بالاخره پولا پیدا میشه. اجازه هست؟ سلام آسمان. سلام آمی جان. رنا برات خبرهای خوبی دارم. اول این گله بگی؟ این گله برای من بود. بله. اما امیدوارم فکر بد تو کلت برای من نباشه. ای بابا تو چقدر بد خیالی. نمیخواستم امشب شامو با هم دیگه بخوری. تنهایی؟ آره. ببینم نکنه میترسی ها؟ نه بابا دختر کوه و دریا از این چیزا نمیترسی. پس برو حاضر شد دختر کوه و دریا. الان اگه عرضه و لیاقتشو داشتی همین دختره رو میگرفتی. امیدوارونم از تو بعدش نمیاد. والا اما چون از من همه دخترها خوششون میاد. ولی اون همه فکر و خیالش دنبال پولشه. نه احمق جون هرچی باشه اونم احساس داره و بالاخره باید یه مرد شوهرش بشه. هی حیف که تو آدم بشو نیستی. من که آدم چه شکلیه؟ هر کی باشه شکل تو نیست. من حاضرم. به 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 چقدر خوشگل شدی. چقدر ناناد شدی. ببینی همونجا خیلی خوب بسم بری. سب کن اصلا همم بردارم. من نمیخواد ورش داری. تو اقول بینم پولاتو پیدا کنم و برات بفرستم. نه جونم من یکی که دست خالی بر نمیگردم. این ننگه که تو ولایت ما چون اونا دارم. خب چیا؟ اونا دیگه اونا. خان با شما کار داره. بله 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 چشمه. الان میبینی که من فقط یه خود گرفتاری دارم. بله گرفتاری بی گرفتاری. رادیو الان کلفتیه. خیلی خوب باشه چشم قربونتون. الان برمیگردم یه دقیقه طول نمیکشه. بفرمی سلام علیکم قادر خان چکرم. بفرمی شما بفرمی چرا شما دخالت کردین؟ میگی وایس هم جوونه مردمو لطفار کنی؟ رنا جون نه 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 اینا اینا دوستان من هستن. یه سوء تفاهمی پیش اومده بود. بسن بریم وایس بسن بریم بیا صاحب کو. به هر حال خانم بنده در اجرای اوامر سرکار حاضرم. من یه پولی گم کردم میتونی پیداش کنی؟ البته در صورتی که بیشتر در جریان گم شده. بابا شوخی میکنه پول گم نکرده. لابی فرید بابا شاید کاری از اینا ساخته باشه.
این کارت منو داشته باش. بابا جان این دختر هر وقت خواستی من برای کمک به تو حاضرم. خیلی ممنونم که میخوایم بهم کمک کنی. خیلی خوب بابا، راه بیفت بریم. خیلی ممنون، قربون شما، برو بریم. این همون دختریه که فکر میکردم دیگه باید تو قصه ها دنبالش گشت. عجب شیریه. زنده باشی دختر. آفرین. تو قایم شو، تو چرا بی خودی داری برای خودت درد سر درست میکنی؟ اینا آدمای خطرناکی هن، نمیشه باهاشون در افتاد. میترسم آخرش جونت سر این لجباسیت بذاری. کمی آروم بگی دختر. من دختر دریام، خوی اونم تو وجودمی. من نمیتونم مثل یه میت همیشه ساکت و آروم باشم. من تا خرخره اون نامردا رو نجام و پولم و ازشون نگیرم راحت نمیشم. ولی عزیز من صلاحی تو رو میخوام. آخه تو که نمیدونی اونا چقدر من از اونا بدترم. آخیش عجب بودی داری این سیگار. کی بود؟ دست بالا بگیر. کی حرکت کرد؟ کی بود کجا بود؟ مواظب باش، تو بابا مواظب باش. مواظب باش. سنگر بگیر. همین که گفتم من یکی دست فرمان نیستم. منم با تو موافقم. خیر نه خونه تو چی؟ خونه تلف پای خودت نصیب باشه، بسیم داده نمیشه. نه مردا، خوب به چنگم افتادی. مگه نمیبینه اونو اسلحه داره؟ همش تقصیر توی دیگه. نداشتی تفنگمو بردارم. حالا داری منو میترسونی. جونم کن تا این بیچاره رو ریز کنم. اگه جون خودت شیشه‌ای تفون بخوری. اینم بدنگی کشتن برای تو مثل آب خوردن و فوت آب. بله برای ما چیزی 60-70 خیار پوست میکنیم و میخوریم. کشتن تو که کاری نداره. بله پولای تو هم خورده شده. بهتره تو هم گورتو گم کنی بری ولایت خودت. فهمیدی یا نه؟ میدونی چی کار کردیم؟ تو دو نفر کشتیم. اما عیبی نداره، قصه نخو. من میدونم چی کار باس میکنم. نه باس آثار جرم باقی بمونه. بذارش تو دست ما، بذار تو دست ما. بدش به من. خیلی خوب، زود باش. من تلا خون باس از اینجا فرار کنیم. تو بالاخره انتقام خودتی گرفتی. را بیفت. آخش دیگه دستش خلاص شدیم و راحت شدیم مرگ تو. میفهمی؟ گوشت با منی؟ یافهی پیدا کردی ها؟ راستاسی چه نقشه عالی جیمز بندی بود به مرگ تو. میگم نکنه راستاسی ما مردیم و رفتیم تو اون دنیا ها؟ نه خیلی ما زنده ایم. اگه مرده بودیم یه جایی ما خون میامد. من دارم با تو چک میزنم، حرف میزنم، دیدی؟ آره ولی خب من از محکم کاری اب نمی کنه. ما زنده ایم، به خدا زنده ایم، به مرگ تو زنده ایم. من از برای سوال تو قربانه تو خورم. بیارانه چون تو اصلا نباز مطلب بشی. همین الان باز حرکت کنی. اگه اینچه بمونی برات خیلی بد میشه. چیه بازم که ناراحتی؟ تو که به خوبی و شایستگی انتقام خودتو گرفتی. اما پولامو که نتونستم بگیرم. ای بابا، خب نتونستی که به درج قربون شکلت برم. پول عینه بود چرک دسته. از این دست میاد، از اون دست میره. بله دیگه. اما آخه من دارم دست خالی برمیگردم. قصه اونش هم نخور. خودم واسه یه موتور دست اول میخرم. خیلی خب برو دیگه. برو بالا اتوبوس داره حرکت میکنه. برو بالا. برو بالا. برو بالا. نصر آمد. خوش اومدی. خوش اومدی. اگه آدم گلوله بخوری خونی نمیریزه؟ خب چرا میریزه؟ پس چرا از اونا خونی نیومد ها؟ آقای راننده نگردار، نگردار، من میخوام پیاده شم. نگردار سیام به سلامتی موهای بهرام خان با اون نقشه جانانه ای را کشید. برو بالا. مخ نیست که سیمان گچه. هم باییم پر خاکه میگم خیلی خوب کنه سیما چنگ دختر در بریم. مرگ تو تو وقتی مست میکنی تازه حرف دهنت میفهمی از تو خوشم میاد. بودم بدش بابا.
حالا روح اومد بیا از ما نداره جنبو جن بازی میکنه. دادر عجب بیرم بود، هرچی گلوله جو افتیر بود خالی کرد تمام تن منو جلوب جلوب. یه قطر خون از مادر نیام آقا، خون من جبیده. میگم گی تا تو مشغول خوردنی من سری به فضای سبز بزنم و برگرد جای منم خالی سر من رو شیر میخوایی نه؟ بردم با من بمیشم این خیلی هستی بگی موسی بران شو ببینم، بران شو بران شو پس ببینم چی شده. بگو ببینم براتون بلو شده بابمون دواره زایده دختر برگشته. نه آره همچین از پنجره آمد تو به مرگ تو چنان سوغاتی به ما داد که نگو. حالا بگو ببینم کجا رفت. به نظرم رفت منزل خودش قربان. رفت سلامتی تو دوست عزیز بنده شفلکی دختره مثل یه بره راشو گرفت. حرف زیاد نزن چشم سر در نمیارم. آخه اینا برای چی این نقشه شیطانی رو برای تو کشیدن؟ هیچی، برای اینکه منو از اینجا فراری بدن. و اون رعنایی که من میشناسم هیچ وقت کلا سرش نمیده. به خدا همشون نابود میکنم. بفرما پدر سوخته این لش اومد. رعنا، رعنا تو اینجایی؟ اومده به خاطر قتلی که کرده خودشو به پلیس معرفی بکنه. پلیس؟ بله، میخواد تمام ماجرا رو برای پلیس بگه. پلیس؟ بله. نه پلیس لازم نیست. چه کار خوبی کردی که اومدی اینجا. میدونی اونا برای تو نقشه کشیده بودن. اونا نمردن، فقط بیهوش شده بودن. نمیدونی وقتی اینو فهمیدم چقدر خوشحال شدم. چه دروغ میگی؟ تو هم با اونا همدست هستی. حیف از این عمو که تو داری. ولی اینو بدون که این دفعه میکشمشون عموشون نمیدم. بهرام تو خجالت نمیکشی؟ چرا دختر به این خوبی رو اینقدر آزار میدی؟ بفهم. سراغ قادر شاد اون بتونه کمکم کنه. اما رانا جان اون آدم خوبی نیست. خیلی ای عمو جون تو رو خدا دست بدارم نظرین کی دیگه تو این دنیا خوبه. رانا سب کن. الله اکبر. رفتی تو اول سلامه رو بیندست. به کی؟ عمو جان سلام. رانا عمو جون اون رفت تا برای پیدا کردن پولاش به قادر پناهنده بشه. چی؟ اون رفت منو چرا نگاه میکنی؟ به قادر پناهنده بشه؟ متاسفانه بله. هرچی باهاش حرف زدم، هرچی نصیحتش کردم نتونستم منصرفش بکنم. حالا اون برهیه که به دهن گرگی مثل قادر افتاده، متاسفانه. اوه چرا این کار کرد؟ مش تقصیر تو دی؟ ببینم اوچه من دیگه نمیتونم صبر کنم. باید همه چیز برای شما بگم.
در حقیقت پول رعنا رو من و رفقان دزدیدیم. توفشنه گلشن دیدی آبروی ما رو ریخ رو پاته ما. از اول یه حدسایی میزدم، فقط منتظر بودم که خودتون اعتراف بکنیم. توف به شما آدمای کثیف، چرا این کارو کردم؟ آخه عمو جون، من مبلغ زیادی به قادر بدهکار بودم. اینم میدونستم. حالا به جای این حرفا بهتر از اونتر بری سراغ رعنا و از چنگال اون گرد نجاتش بدی. برو. حتما حتما این کارو میکنم، اما میخوام یه چیز دیگه هم بهتون بگم. اونم اینه که امشب وقتی به چشماش نگاه کردم، حس کردم که اون خیلی زیباست. حس کردم با تمام وجودم اونو دوست دارم، و اون که میدونم خیلی از دست من ناراحته، ولی اگه راضی باشه برا فاصله امو جون باش عروسی میکنم. این منتهای آرزوی منه. تنها وارث من بعد از من تو هستی. دلم میخواد از این ارث و میراث یه شیری مثل رهنا نگهبانی بکنه. حالا تا دیر نشده تو برو بسر چون زود باش دیگه. چشم چشم من رفت من برو مخود افسی بکنم. برو نمیخواد میلش. قده تونتر برو اون یارو گرگه الان داره دستانه دلور میبرده پاره میکنه. تحبیر نشد و باید خود منم برسنی قربانه تو برم. میرسونی نه ترز میرسونی، ولی با این راه رفتنه تو گمان نمی کنم ما برسونی. اگه بهش دست بزنه جیگرش در میرم. من دیگه اون برمه ثابت نیستم، میدونم چی کارش کنم. خدا از اون حرفای علکی دونه زبا کازینوشو رو سرش خراب میکنم. خب حالا که تصمیم تو قطعیه بدم که تا آخرین قطعی خون من با تو هستم. برو هوایی تو رو دارم. باکرم بشین که رفتم. میشستم گشت بکنم. بهتون قول میدم هر چه زودتر زنده یا مرده دوزای پولای شما رو تحویلتون بدم. زودتر از اونی که من زنده شونو میخوام. اشکالی نداره، فقط میخواستم به شما یادآوری کنم که حیف از دختر خانومی به برازندگی شماست که با آدم شارلاتانی مثل بهرام به رستوران و کاباره بره. اون پسره چجوری بگم، خودش و زبونش هیچی نداره. مثلا به همین کازینوی من تقریبا حدود 100,000 لیر بدهکاره. عجب، اینقدر شما بده؟ بله، تازه همین چند روز پیش مقدارشو پرداخت. اون مرتب اینجا میرسه. من میتونم همه جای کازینوی شما رو ببینم؟ البته، تمام کازینوی من در اختیار دختر زیبا و قشنگی مثل شما. خیلی متشکرم. بیایید ببینم پسر. بله آقا. همه جای کازینو رو نشونه خواهد. اطاعت میشه. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. بچه‌هایی می‌بینی که بفرمایید تو اینجا اتاق کنترله. اتاق کنترل؟ کنترل چی؟ تمام میزا به وسیله این اتاق و این دستگاه کنترل میشه. بله. یعنی میخوای بگی که همین دستگاست که پول مردم بیچاره رو میبره؟ بله بله خانم. پس بهتره بفرمایید اتاق کلکه. نگاه کنیم الان احتیاج به 56 هست. دستتو بکش، اگه رئیس بفهمه حسابم پاکه، اونو دست من سپرده. بفرمایید خانم. من متشکرم. خواهش میکنم. خوشگل من، بفرمایی میشه تونا رو بگیرین یه خورده بازی کنم. بفرمایی. خیلی متشکرم. مرسی. ایشون هم حریف شما هستن، مشغول شد. خب رانا، بلند شاسی چه بریم بلن. من تا دوست پولمو پیدا نکنم از اینجا نمیرم. چی میگم رانا، لازم نیست دیگه دوباره اونا بگردی. چرا؟ برای اینکه من پولای تو رو من و دوستان دزدیدیم. از اولش هم فکرشو میکردم. نه فکر کنی، چون ازت ترسیدم اینو بهت میگم. برای اینکه من پولای تو رو من و دوستان دزدیدیم. از اولش هم فکرشو میکردم. نه فکر کنی، چون ازت ترسیدم اینو بهت میگم. نه، بلکه به این دلیلی که دوستت دارم.
دلم میخواد برای اولین بار حرفامو باور کنی. به جون خودت جدی میگم، خیلی دوستت دارم. تو بهتره به جای دوست داشتن و عاشق شدن بدهی قمار رو تو بدی آقا پسر. خیلی خوب بابا. بفرما اینو داشته باش، برگشتم تا دو روز دیگه پرداخت میکنم. بسیار خوب، ولی بدون که نمیتونی مهمون منو از اینجا ببری. ایشون راست میگم بهرام، بازی ما تازه شروع شده. من میرم تا همه جای کازینو رو ببینم، بقیه بازی منو تو ادامه بده. بفرم بازی باشه. بفرمین نوبت شماست. نوبت برزین. بیا ببینم. دوباره سلام خوشگلی. تو اینجا تنهایی و حوصلت سر نمیره؟ گاهی وقتا چرا؟ ببینم تو این گوشی صدای چی رو میشنوی؟ صدای بازیکنها رو میشنوم. همه چیز از اینجا کنترل میشه. این کلید ها مخصوص برده باخت بیز هست. آها فهمیدم فهمیدم. بگیر یه چرت بخواد تا حسابی استراحت کنی. باید کاری کنم که بهرام تمام باختش رو ببره. دلم برای سنه که میبرم. یا شانس و یا اخوان، برو ببینم جانمی. این دفعه دارمه. میگی نه نگاه کن. بیا جلو، بیا جلو، چیمونه دارم، بیا جلو، بیا 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 بیا. داره میبره. یه جفت نگاه نگاه، بیا ما رو سفید کن. جوش کردن نداره چون عرقه تو پاک کنم، ممکنه سرما بخوری. آره باشه، پاک پاک. خیلی خوب، بسی بعد هیچ وقتی داره دست نهی بردارم. عجب می اومده جا. رانو، رانو جون، تو شانس منی. اگه بدونی چقدر پول بردم، همه پولا حق توه، تمامش. نگاه کن، نگاه، بیا. تمام این پولا مال توه، بیا. نه، فقط 25,000 لیرش حق منه. در ضمن اینجا خیلی چیزا دستگیرم شد. الان درست حسابی لوش میدم. گوش کنین مردم، اون احمق با دستگاهاش داره تقلب میکنه. همه شماها رو میبازونه. میگی نه، برید تو اتاق کنترل تا همه چیزو بفهمین. برید تا با چشمای خودتون ببینین. آی، کمک کنید. این دختره بود. کلاشم میزنم. Ne kare dana? Kodum var. Dur ne rap? Ben seni. 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 Ben seni.
رانا گوش کن ببین چی میگم. من برات یه چیزی خریدم، امیدوارم که قبول بکنی. اسمشم هرچی میخوای بذاری بذار، چشمشنی، کادو، هدیه، چون تو واقعا یه شیرزنی. الهی قربونت برم، ممنونم اموجونم، ممنونم. خب حالا میخوای چی کار بکنم؟ هیچی، میرم دیگه. دریا منتظرمه با ماهیاش، باید برم ماهی بگیرم. قربونتون الهی برم اموجون. حالا چتی چتی باید بری. آره، من دیگه اینجا کاری ندارم، این شهر رو با تو. لا شرط من بشی. بهتو که عرض کردم عمو چون من برم. دیگه بازم به من دروغ گفتی، تو میخواستی به پول و ثروت عموت برسی. نه به خدا، نه به خاطر پول عموت. خودی قسم نخور، تو به من دروغ گفتی. آدمای این شهر همشون دروغگو و حق باز هستن، اینجا فقط به درد آدمایی مثل خودتون میخوره. آرهش باستا گوش کن بیره چی بیره. دست از سرم بردار، بذار برم. محاله من نمیذارم از اینجا بری. برم کن، بذار برم. تو این مدت تمام وجودم بوی دروغ گرفته. آره تو حق داری، اما در این مورد اشتباه میکنی. من به خاطر پول و ثروت عموم نمیخوام با تو عروسی کنم. من اصلا هیچی از عموم نمیخوام، من تو رو فقط به خاطر خودت میخوام. اگه باور نمیکنی، حاضرم از همه چی دست بکشم با تو بیام ولایت تو مثل یه ماهیگیر کار کنم. تو به من دروغ نمیگی؟ نه، میتونی امتحان کنی، به جون خودت راست میگم رهنم. اگه اینجوره پس بریم.